به نظر من اسرائیل که امروز جلودارش نتانیاهوه در حال آماده شدن برای جنگ با حزب الله و حتی جنگ با جمهوری اسلامیه قبل از انتخابات آمریکا انتخاباتی که قرار کمتر از سه ماه دیگه برگزار بشه من قبل از کنارگیری بایدن از انتخابات آمریکا معتقد بودم که نتانیاهو میخواد جنگ با حماس رو تا انتخابات آمریکا بکشونه به این امید که دونالد ترامپ که به اسرائیل و نتانیاهو نزدیکتر برنده انتخابات آمریکا بشه و بعد اسرائیل با حمایتهای سریحتر سریعتر ترامپ به حزب الله حمله کنه ولی الان با تغییر آرایش انتخابات در آمریکا و کنارگیری بایدن اومدن کاملا هریس به عنوان نامزد دموکراتها، معتقدم اسرائیل برای حمله سریعتر به حزب الله و حتی جمهوری اسلامی قبل از انتخابات آمریکا آماده میشه چرا چون تا قبل از کنارگیری بایدن نتانیاهو فکر میکرد که احتمال پیروزی ترامپ بر بایدن جدیه ولی الان هر اتفاقی در انتخابات آمریکا ممکنه بیفته ممکنه هریس پیروز بشه ممکنه ترامپ خب این چه ربطی به جنگ اسرائیل با حزب الله ایران داره ربطش اینه که کامالا هریس و تیمی که او از نظر فکری بهش تعلق داره و نزدیکه بیشتر از بایدن طرفدار فاصله گرفتن آمریکا از اسرائیل هستند در آمریکا یه تفکری بین سیاست مدار دموکرات به ویژه جناح چپترشون وجود داره که ما نباید اینقدر هزینه سیاست اسرائیل رو در خواهر میانه بدیم درسته که ما به عنوان آمریکا باید از امنیت و موجودیت اسرائیل دفاع کنیم ولی اسرائیل اگر سیاست هایی رو پیگیری میکنه که با منافع آمریکا هماهنگ نیست خودش باید هزینه این سیاست ها رو بده و با آش روبرو بشه و نباید ما تو آمریکا اجازه بدیم آمریکا درگیر این سیاست و هزینه بشه خب الان این دیدگاه دست کم نامزدی که به این تفکر نزدیکه یعنی کامالا هریز در آستانه ورود به کاخ سفیده و نتانیاهو هم اینو داره میبینه بقیه اسرائیلی هم دارن اینو میبینن فرمانده های ارتش سیاست مداراشون